سلام، تو این ویدیو قرار نحوه کار و پرواز با هواپیمای ایرباس 320 که ساخته شرکت جار دیزاین هست رو تا حد امکان نزدیک به واقعیت شبیه سازی کنیم. دوستان لطفا توجه کنید، ویدیو رو جلو نندازید. تا اونجایی که امکانش بوده ویدیو کوتاه و مختصر شده. هر اتفاقی که میفته توی ویدیو یا کلیدی عوض میشه، نمیدونم چیزی تغییر میکنه، همه رو با دلیل من بیان کردم. خواهش میکنم ویدیو رو جلو نندازید که متوجه تک تک کارهایی که انجام میشه بشید. این سبک از ویدیو برای کسانی هست که خیلی از بیسیک های هوانوردی و کنترل هواپیما رو بلدن و فقط علاقه به یادگیری تایپ های دیگه ای رو دارن. چون اگه بخوایم نحوه کار تمامی سیستم های هواپیما و همچنین بیسیک ها رو توضیح بدیم، تایم ویدیو به شدت طولانی میشه. هر چیزی که توی این ویدیو میبینید و امکان داره براتون سوال پیش بیاد که این چگونه هست، چطوری کار میکنه، چجوری من این رو حالا فعال کنم، انجام بدم و و و، همه این سوالات شما برای ما پیش بینی شده و برای هر کدوم یک ویدئویی به خصوص تهیه و پست شده. پس حتما تا اونجایی که میتونید تمامی ویدیوهایی که پرشین اکسپلین آپلود کرده رو ببینید، چون خیلی هاشون به همدیگه مرتبطن و اون ویدیوهای کوتاه هستن که میتونن شما رو به سطح این ویدیوی آموزشی برسونن. حتما اونها رو ببینید، جواب اکثر سوالاتتون توی ویدیوها هستش. اگر نبود اون موقع میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با من در ارتباط باشید. همینطور تمام چیزهایی که توی این ویدیو میبینید، مثل خود شبیه ساز، هواپیماهایی که استفاده میشه، پلاگین هایی که استفاده میشه، کیفیت بالایی که این شبیه ساز داره، همه و همه اینها رو میتونید به صورت رایگان، کاملا رایگان، از گوگل درایف های پرشین اکسپلین دانلود کنید. آموزش نصب تک تکشون هم توی فایل ها هست. توضیحات بیشتر رو میتونید توی ویدیوهای بخش معرفی افزونه های پرشین اکسپلین، حالا چه توی آپارات، چه توی یوتیوب و چه توی اینستاگرام ببینید. خب طبق معمول جار دیزاین روی طراحی و تکسچر این هواپیما به شدت کار کرده. نمیشه گفت خیلی خوب، به اندازه ایرباس 330 روی دیتیل کار نشده، ولی خب 320 از این بهتر برای اکسپلین ساخته نشده. حالا شاید بگیم در این ابعاد بشه به 319 تولیس اشاره کرد، که البته تولیس کلا بحثش جده، اون خیلی کیفیت هواپیماش بالاست، اما خب اینم بد نیست و میشه گفت روبه عالی هستش تقریبا. حالا تکسچر داخلی رو هم ببینیم. این صدایی هم که میشنوید، من همین که لود شد، حالا چند بارم جای گیتار رو عوض کردم، معمولا این صدا یعنی هواپیمایی داره نزدیک میشه همچین چیزی، ولی خب چند بارم جای گیت رو عوض کردم، تا حالا هم پیش نیومده. حالا باگ خود بازی هست نه هواپیما، نمیدونم جریانم چیه تو این ایرپورت اینطوری. امیدوارم تا آخر بازی اینطوری نباشه، چون مجبور میشم ولوم اصلی هواپیما رو بیارم پایین بعدا توی ادیت. اوکی، من اطلاعات پرواز امروز رو بهتون بگم، بعد میریم برای شروع. امروز قرار از فرودگاه دابلین با ایکائو کد اکو ایندیا دلتا ویسکی بریم به فرودگاه زوریخ با ایکائو کد لیما سیرا زولو هتل و زمان تقریبی پرواز 2 ساعت و 10 دقیقه خواهد بود. خب بریم روت رو هم با هم یه چک بکنیم. من از نویرف استفاده میکنم، اگر نداشتید میتونید از سکای وکتور هم همین استفاده رو ببرید. من برم ویوی خارجی که این صدای آزاردهنده نباشه برامون. اوکی، همونجور که میبینید قرار از رانوی 28 لفت تیک آف کنیم با دپارچر یا همون اسایدی پسی 5 آلفا. اوکی، یک بار ببینیم مسیرش رو، به این صورت هست و وارد روت اصلیمون میشیم. بعد از تهیه کردن روت اصلی به استار براوو لیما مایک تو گولف میرسیم، که این هم به این صورت هست. خیلی
سر ساده یه اینجا میاد، اینجا یه هولدینگ داریم اگر نیاز باشه و میاد به این قسمت. و بعدش هم اپروچمون که رانوی آیلس رانوی 16 هست به این صورته که از این قسمت میاد اینجا. دو حالت داره فکر اینجا، چون من هولدینگی ندیدم توی حالت ویندو دد این چارت. اگر اینجا نگاه کنیم هولدینگی نمیبینم. فکر کنم MCDU اینطوری تشخیص بده که از اینجا بیایم یعنی به این قسمت و اپروچ رو شروع کنیم. حالا بریم ببینیم که چی میشه. اوکی، چک لیست رو بیاریم و بریم برای شروع. فول ام پیلود ست. خب از این قسمت فول و لود رو میاریم. صدا چقدر آزاردهنده است. خب فول هم آروم آروم لود میشه. اوکی، فلایت پلان رو بیاریم. امیدوارم واحدش به کیلوگرم باشه. آره درست. خب پکسی که بهمون داده 177 نفره. فکر نکنم کلان 177 نفر مثلا گنجایش داشته باشه. اوکی، بیشترین پکس رو میزنیم. کارگویی که بهمون داده صفر. فکر کنم یادم رفته روی اوتو بذارم، بازم مسئله این نیست. خب فعلا کارگو رو خالی میکنم، یعنی تا این حد ببینیم زیرو فول ویتمون چی میگه. و همینطور توتال فولی که داریم 8500. 8500 این رو ریفول میکنیم. ظاهرا یکم زمان میبره. همینطور توتال پیلودمون هم باید 18400 باشه. اوکی، خودمون بهش مقداری کارگو میدیم که برسه به اون مقدار که ما میخوایم. 18400. بسیار عالی. صبر میکنیم که فولمون اوکی شه، چیزیش نمونده. اوکی، میتونیم فول و لود رو دیسمیس کنیم. ادامه چک لیست. ground handling set as required. از اونجایی که به گیت وصلیم استیر و باس رو نیازی نداریم و بقیه رو به صورت دستی درایو اپ میکنیم. اوکی، external power on batteries on internal lights set as required. خب من الان که روزه تنها نوری که ترجیح میدم روشن باشه یکی اینه و یکی هم این. بسیار عالی. vehicle light on navan logo light on doors open all. فکر کنم درها خودشون اتوماتیک باز بشن. یکم دیگه صبر میکنیم که ground handling و slot اتوماتیک اینها رو باز کنه. اگر نشدن بقیه رو خودمون باز میکنیم بعد از چند دقیقه. ADIRU system to one. ADIRU data to heading. این رو بذارید ببینم میتونم بردارم. اوکی. An ADIRU 1 to entry to nav. Emergency exit light. Arm. Fleet air packs. On. Altimeter set. اوکی، سایت اویشن ودر رو باز میکنیم. قسمت متار اکو ایندیا دلتا ویسکی.
آلتیمترمون 3030 هست. Three zero three zero. درها رو یه چک بکنیم، که فقط یکی مونده بود، این رو هم باز میکنیم. ادامه چک لیست کاکپیت دور لاک و بعدش بریم برای ست کردن MCDU. لاک هستش. میریم به بخش اینیت از فرودگاه اکو ایندیا دلتا ویسکی به فرودگاه لیما سیرا زولو هتل. لاین IRS رو میزنیم، کروز فلایت لولی که داریم اینجا فکر کنم 350 35000 پا هستش. 350 کاس ایندکسمون 26. فلایت نامبر هم حالا زیاد چیز مهمی نیست، ما برای ایرلاین لوفتانزا کار میکنیم امروز. دلتا لیما هتل به طور مثال 407. این به نکست پیج روی این کلیک کنیم، اتوماتیک خودش زیرو فول ویتمون رو وارد میکنه. یه چک هم بکنیم زیرو فول ویت رو، امیدوارم درست باشه، مینیموم رو رعایت کرده باشیم. خب متاسفانه نرسیده به مینیموم، ولی خب دیگه چاره نیست، یه سری اشتباهات محاسباتی بین این و خود هواپیما پیش میاد، بین سایت سیم بریف. میریم به بخش فلایت پلان، روی EIDW کلیک میکنیم، دیپارچر، رانوی که قرار تیک آف کنیم رانوی 28 لفت و SID پسید 5 آلفا. پسی 5 آلفا and no transition. این رو اد میکنیم، insert، یعنی با آخرین waypoint و بقیه روتمون رو وارد میکنیم. خب اینجا دایرکتی داریم، پس backward از اینجا airways هست. بکنم یک باگی که این هواپیما داره اینه که airways رو دونه دونه فقط میتونید وارد کنید، مثل یک لیست از airways رو بهش بدید بعد insert کنید. November 546 Sierra Tango Uniform. ببینید دیگه چای کاری اینسرت نداره، مجبوریم بیان با خواهیم ویپوینت بازم ایرویز پاپا تو نایگیت نیم چون چیزی لیما وان ایت مایک اینگیا دلتا یونیفرم لیما 612 رست می بعد دیگه همش باید بیایم تا آخر تا ادامه یه روتمون رو وارد کنیم. یونیفرم نوامبر 4901 ملکو یونیفرم مایک 606 رابل ایما مایک. خیلی خوب، میریم به آخر فلایت پلانمون. البته از اینجا میتونیم روی LSDش کلیک کنیم و ارایولمون رو انتخاب کنیم. رانوی که قرار لندینگ کنیم رانوی 16 هست، ILS 16. استارمون براو لیما مایک 2 گولف. براو لیما مایک 2 گولف. خب این وایاشو باید چک کنیم، میتونید از توی چارت ILS اپروچتون چک کنید ببینید که از کدوم ویپوینت میخواهید وارد بشید. اون ویپوینتی که گفته بود چی بود؟ گیپول. آره and no transition. این رو insert میکنیم، چک میکنیم که قطع شدگی نداشته باشه. خیر نداره. Top of Descent رو هم چک کنیم، میاییم به پیج اطلاعات waypoint هامون،
بعد از waypoint pylon top of descent ما هست. این رو هم اینجا یک چک بکنیم. بله محاسبات درست انجام شد. میریم به بخش preflight. اینها رو هر کدوم یک بار کلیک کنیم خودشون set میشن. flex رو هم که ما نداریم. transition altitude رو هم چک کنیم. برای این فرودگاه امیدوارم باشه transition altitude. نمیتونم پیداش کنم. 5000 هست. بسیار عالی. همه چی رو سریع نگاه بندازیم. این رو هم میدونم داریم توی بخش پیلود رو اگر یه بار دیگه بیاریم. One decimal to down. اوکی. فلپی هم که قراره تیک آف کنیم ببینیم 2 هست. بله. اوکی. فلپ 2. One decimal to DN به منظور down هست و قبول نکرد. باید down رو اولش بنویسیم. down 1.2 تریممون خودش set میشه. خیلی خب MCD رو set شد. میتونیم load رو برداریم. ادامه checklist رو هم بریم. MCD رو set. flight director on. هر دو on هستن. full pumps on. APU master on and APU start on. پیج APU خودش لود هست. اگر نبود میتونید روی APU کلیک کنید. سعی میکنیم که APU اویلیبل شه. APU مون اویلیبل شد. بلید ایرش رو آن میکنیم. اینها رو هم یک چکی بکنیم. اینها رو روی سنتر بذاریم بهتره که دما اوتوماتیک ست بشه. APU bleed air on and external power off. الان برق هواپیمون روی APU هست. خب آماده ی پوشبک هستیم. Before pushback checklist. Ground handling. همه رو drive away میکنیم. Doors close all. خودشون بسته میشن اینا. اما این یکی چون خودش باز نشد ما هم منوال میبندیمش. No smoking sign and seatbelt sign on. And request pushback. خب یک لحظه من چارت رو نگاه بندازم ببینم کدوم وری باید پوشبک کنیم. رانوی که قراره تیک آف کنیم رانوی 28 لفت هست. خب باید به این صورت پوشبک کنیم و دماغ رو به سمت راست باشه. Round to cockpit. Please show me where you want to go. یعنی به این صورت. Request pushback. تا ماشین پوشبک به ما اجازه ریلیز کردن پارکینگ بریک میده بیایم این رو هم ست کنیم. ارتفاعی که قرار بود بریم 35000 پا بود. یک بار هم برای اطمینان فشار میدیم چون معمولا هواپیمای جار دیزاین یک باگی داره که بعد از تیک آف فکر کنم تا این رو فشار ندید بعضی وقتا عمل نمیکنه. این رو هم یک بار بیاریم روی مود پلان که ببینیم اون با هیچ ریلیز پارکینگ بریک. پارکینگ بریک رو ریلیز کردیم. خب اجازه استارت انجین بهمون داده شد. این مود رو روی انجین میاریم. انجین مود ignition start and engine master switch 1 on. سعی میکنیم که انجین یک استارت و استیبل شه. توی هواپیمای جار دیزاین 330 خیلی دیتیل بالاتری داشته نسبت این. حالا توی سایزهای کوچیک ایرباس پیلیس خیلی میتونه توی 319 برتری داشته باشه. به ظاهر که انجین یک سبل شد. اوکی
انجن دو رو هم روشن میکنیم. انجین دو هم روشن شد. اینجا یک پیغام داریم که فلکس تمپرچر ست نکردی. خب نداریم متاسفانه. این رو امیدوارم بشه کلیر کرد. اوکی کلیر شد. ست پارکینگ بریک. اوکی. پوشبک هم در حال دیسکانکت شدن هست. ما ادامه چکلیست رو میریم. اینجا یک چیزی هم چاپ شد. جالب بود برای من. ببینم چی بود. Engine mode 2, normal, AP bleed air off and AP master switch off. Anti-ice if required. خب الان دمای هوا 11 درجه است، فعلا نیازی نداریم. Auto brake max, flaps 2, sweet brake arm and nose light to taxi. خب منتظر هند سیگنال از سمت چپ میمونیم و بعدش میتونیم تاکسی رو شروع کنیم. مسیر تاکسی رو هم یک بار نگاه بندازیم. خیلی ساده است. از این قسمت میایم و میرسیم به رانوی 28 لفت. صدا هم دیگه خیلی رو مخه. هند سیگنال داده شد. Release parking brake and starting taxi. اینجا هم هیچ پیغامی برامون نمونده که آبی رنگ باشه. میتونیم همزمان این رو هم روی مود پلان ببریم. بیایم به فلایت پلان. اون اپروچمون رو یه چک بکنیم. خیلی برام سوال بود. خب. بعد همونجوری که حدس زدم میاد خودش دور میزنه و در راستای رانوی قرار میگیره. به ابتدای رانوی 28 لفت رسیدین. اینجا نوشته 28 اما توی چارت ها 28 لفت هست. دلیلش هم اینه که قبلا یه رانوی دیگه اینجا بوده. اگه توجه کنید 28 رایت حالا به هر دلیلی نمونده. حالا چه در حال تعمیر باشه یا اینکه کلا برش داشتن رو اینو نمیدونم. اوکی میتونیم before take off checklist رو انجام بدیم. Nose light to take off, landing lights on, runway light on, strobe light on, wing light on, transponder که نیاز نداریم آنلاین بازی نمی کنیم. Weather radars on و autopilot هم که set هست. فقط میگم بعد از take off اگر دیدیم flight director یه جوری داره عمل میکنه احتمالا باید یک بار فقط این رو فشار بدیم که دوباره اکتیف بشه. اوکی از دوربین بالا کمک میگیریم. تراتل رو توگا میکنیم and starting take off. Check. V1 rotate.
What's the climb rate? Gears up. Break rum off the phone. We can use autopilot to on it. But throttle room, room mode, climb, قرار بدیم. خب میتونیم کم کم فلپ ها رو ببندیم. S رو هم رد کنیم. Speed check. Flaps zero. After takeoff checklist. Gears up check. Flaps up check. Auto brake off. Speed brake. Disarm. Anti-ice if required. خب فعلا 14 درجه است. نیازی نداریم. Altimeter standard. اون رو هم در 5005 انجام میدیم و لایت ها رو هم در 10000 پا. ۱۰۰۰۰ پا رو رد کردیم. میتونیم رانوی لایت، لندینگ لایت و همینطور نوز لایت رو آف کنیم. روتی هم که در پیش داریم خیلی مسیر صافی هست و با پیچ و خم نیست. میتونیم سیت بلت رو هم آف کنیم ظاهرن. البته یکم هم توجه کنیم، نه یکم ابرو زیاده، این ابرو رو رد کنیم، سیت بلت رو هم آف میکنیم. الان بالای ابرو قرار داریم و ایمن هست که سیت بلت ساین رو آف کنیم دیگه. همینطور دما داره نزدیک به صفر و زیر صفر میشه. میتونیم انجین آنتی آیس و وینگ آنتی آیس رو آن کنیم. همطور که میبینید به تاپ آف کلایم بمون رسیدیم. هرچند برنامه ریزی که خود FMS هواپیما داشت خیلی قبلی تر از این بود، حالا نمیدونم چرا با تأخیر، یعنی خیلی جلوتر از اون رسید. این خب نشون میده که خیلی خوب برنامه ریزی نشده، برنامه نویسی نشده این هواپیما. و همین دلیل ما یکم زودتر سعی میکنیم دیسنت رو شروع کنیم که مشکلی پیش نیاد. بعدا بیام توی فلایت پلانمون و صفحه یه دونه مونده به آخر، دیدیم که بعد از پایلون به اصطلاح دیسنت شروع میشه. ما چک کنیم پایلون رو. ما میتونیم از وسط های بین ماناک و پایلون اینجا دیسنت رو شروع کنیم. پس این مسیر رو فعلا در پیش داریم. شما رو با این هواپیمای زیبا تا نزدیکای تاپ آف دیسنت تنها میذارم. داریم نزدیک میشیم به تاپ آف دیسنت و گفتیم که بهتره یکم زودتر دیسنت رو شروع کنیم.
اگر چهار تا اپروچ رو نگاه بندازیم، استارت پوینتمون 4000 پا هستش ارتفاعش، پس ما همین رو روی 4000 ست میکنیم و کافیه که فقط یک بار اون رو فشار بدیم تا دیزاین شروع بشه. تا اینجا قرار داریم فرکانس های ILS رو هم ست کنیم که بعدا دردسر نشن برامون. فرکانس ILS این رانوی 110.15 هست، یعنی به MCDU و قسمت رادیو نویگیشن، کورس 153 و فرکانس 110.5. بسیار عالی. خیلی خب، صبر میکنیم که به 10000 پا برسیم. همینطور اینجا هم چک کنیم ببینیم ترانزیشن آلتیتود هم اطلاعات دستانشن رو هم وارد میکنیم. فرودگاه زوریخ ببینیم آلتیمیترش 1019 فکر کنم باید وارد کنیم. آه نه، چون اون دسیمال رو داره 30.09 for Q&H. دمای هوا 1 درجه سانتیگراد هست و همینطور باد از جهت‌های متغیر میاد، یعنی اینجا به من نگفته من درجه رو وارد کنم، فقط گفته متغیر variable direction at 2 knots. خب تا حالا اینطوری وارد نکرده بودم ولی فقط 2 knots رو میزنم قبول نمیکنه. اوکی، اون رو خالی میذاریم. کانفیگ هم که روی فول قرار داره برای لندینگمون، یعنی با فلاپس فول و ترانزیشن آلتیتود هم که 7000 ست شده درسته. صبر میکنیم تا به 10000 پا برسیم تا مقداری از چکلیست اپروچ رو انجام بدیم. 10000 پا رو رست کردیم برای کمک به کاهش سرعت که بیاد به زیر 250 نات. یکم سپویلر ها رو باز میکنیم. همینطور اینجا رانوی لایت، لندینگ لایت و نوز لایت رو همه رو آن میکنیم. چکلیست رو نگاه بندازیم. آلتیمیتر ست، خب هنوز نرسیدیم به 7000، هرچند نزدیکیم. حالا میتونیم ست کنیم 30.09. یک لحظه من چک کنم ببینم دقیقا کجا هستیم. فکر کنم میریم که دیگه اینطوری آماده شیم برای اپروچ. فکر کنم بازم این هواپیما بد محاسبه کرده و قرار کار دستمون بده. امیدوارم الان اینطوری نشه. خودمون یکم دستی سرعت رو کم میکنیم چون خیلی زیاده این سرعت. چارت رو چک کنیم ببینیم مکسیموم سپید داره تو این قسمت. مکس 210 نات. آره، یه حسی به من میگه که خودمون باید دستی یکم تنظیمش کنیم. حالا امیدوارم اینطوری نشه. بلنک سرعت رو آوردیم زیر 210 نات. اوکی، لندینگ سیستم آن، هر دو روشن شدن. فلاپس اوتو بریک، خب اینا رو هم دیگه میذاریم برای شروع اپروچم. فعلا اینجا باید نگران این قسمت باشیم. ببینید توی خود چارت اینجا باید 5000 میبودیم. حالا ظاهرن هم نمیدونم چرا درست حساب کرده باشه.
بهتره که از اون 4 تا اینجا هم چک کنم. ببینید میاد به این نقطه دقیقا اینه، بعد از انوسو یعنی از این قسمت شروع میکنه به لاک شدن با گلایدسکوپ و شروع اپروچ. من برای اینکه بهتر الاین بشه ترجیح میدم به صورت دستی این رو ست بکنم، چون این در اصل باید اینطوری خودش حالا برنامه ریزی میکرد ولی اینطوری نشد. حالا خودمون به صورت دستی یه همچین دوری میزنیم. فلاپ یک رو باز میکنیم. سرعت رو به 200 نات کاهش میدیم. خب اینجا میتونیم دور بزنیم و در راسته رانوی قرار بگیریم. خب این رو پوش میکنیم خودش ست بشه، امیدوارم الان دیگه درست بشه. بله درست شد. خیر درست نشد. و این اشتباه انتخاب کرده، الان باید دایرکتو به سیاهی 16 باشه. آها حالا درست شد. اپروچ فیز اکتیویت. اوکی لوکالایزر رو هم میزنیم، امیدوارم که بتونه پیدا کنه. ارتفاع رو هم باید روی 1390. آها دلیل اون پیغام هم این بوده، ارتفاع فرودگاه یکم بالا. الان باید یه سری دایموند اینجا ظاهر میشد که گلایدسکوپ و لوکالایزر رو بهمون نشون میداد، اما نیست. و ظاهرن که بازم باگ زده. ما این رو فشار میدیم، امیدوارم که حالا در طول قسمت ظاهر بشه. من اپروچ رو هم میزنم اما با هیچی الاین نشده. یه بار دیگه چک کنیم. 110.5 CRS هم که ست شده بود. نو رادیو ILS خب میگه سته، مسئله نیست، از باک های هواپیما دیگه کاریش نمیشه کرد. سرعت رو کاهش میدیم، فلاپ بعدی رو باز میکنیم، چک لیست رو هم چک کنیم. فلاپس فول، اوتو بریک میدیوم، بریک فن آن، سپید بریک آرم، گیرز داون. سرعتی که برای لندینگ بهمون داده بود برای فول فلاپ 152 هست. روی 152 ست میکنیم. ترین چرا؟ چه باگایی داره این؟ خب میتونیم یه فلاپ دیگه هم بهش بدیم.
از گلادیسکوپ معلومه که یکم بالاتر پرواز میکنم، پایین تر پرواز میکنیم. و فلاپس فول. هنوز هم پایین تر قرار داریم. خب اینجا دیگه اتوپایلوت رو خاموش میکنیم و هواپیما در دست من هست. باد جانبی داریم، لندینگ رو سخت میکنه. ریتارد میکنیم. و همینطور ریورس. لندینگ بدی نبود، یکم کنترل هواپیما سخت بود به خاطر باد. اوکی، ریورس رو میتونیم رو فعال کنیم. اتو بریک رو هم خاموش میکنیم و اینجا میتونیم از رانوی خارج بشیم. فلایت دایرکتور و لندینگ سیستم رو خاموش میکنیم. چرا نمیره؟ رانوی لایت، لندینگ لایت، استروب لایت and wing light رو خاموش کنیم. روز لایت رو روی تاکسی قرار میدیم. اسپویلرز رو جمع میکنیم. فلاپ ها رو هم میبندیم. ویدر رادار رو هم خاموش میکنیم. افتر چک آف چک لیست اوتو بریک آف. سویت بریک دیس آرم. Flaps close. Landing lights off. Runway light off. Ring light off. Strobe light off. Nose light taxi. Weather radar off. FDN LS off. Transponder standby. Anti-ice. خب anti-ice رو یادمون رفت، خاموش کنیم. Anti-ice off. APU master on and APU start on. APU که available شد باید یادمون باشه که bleed airش رو on کنیم. گیتی که من برای این فرودگاه انتخاب کردم LSD ترمینال A گیت 46 هست. اوه اوه چقدر سخت میشه دید. ترمینال A گیت 46 میشه این، من چون حفظمه اینجا نوشته. پس ما باید مسیر رو بیاییم، بیاییم به این قسمت و به اینجا. خیلی عمالی. بریک فن رو هم میتونیم خاموش کنیم. الان API available شد، بلیدرش رو آن کنیم. بریک فن رو هم میتونیم خاموش کنیم چون دمای ترمز ها زیاد بالا نیست، بهمون اخطار نداده. خب A46 اینا هاش. نه اون 48ه. آه این یکی 46ه. خب از دوربین بالا کمک میگیریم برای پارک بهتر. توقف کامل میکنیم. Set park and brake. Park brake off. Park brake on. Nose light off. چک لیست رو نگاه بندازیم.
Onboarding checklist, parking brakes, set nose light off, engine master switches off. Brake fan off, onu off yardım. Ground handling set as required. خب باز همینجا گیت داریم، نیازی به سر و باز نیست و بقیه رو درایو اپ میکنیم. external power on, AP bleed air off and AP master switch off, seat belt sign off, no smoke sign off, cockpit door unlock and doors open off. Cockpit door رو unlock میکنیم. در هم که فهمیدیم همهشون باز میشن بغیر از اینی که این رو خودمون باز میکنیم. اوکی. الان هواپیمای ما در حالت استندبای قرار داره و آماده است برای انجام یک فلایت دیگه. اگه تمایل به انجام یک فلایت دیگه داشتید، این بار از قسمت نورمال استارت چکلیست رو شروع میکنید و زمانی هم که خواستید کلن پرواز رو تموم کنید و هواپیما رو کامل خاموش کنید، بعد از پایان چکلیست قسمت شات داون رو هم انجام میدید و تمام.